چگان فرض کنید 18 و 16 و ارزاتتون که در ایالت همشایر من رو تلفظ رو نمیدونم 18 and 14 در واقع میشه برای پسر میشه 18 برای پس دختر میشه 14 و در بعضی کشورها میگه که 13 for females و دختر خانم 13 سال هم میتونه ازدواج کنه و این ایالت ها مختلف هست مثل تگزاس مثلا 18 and 16 with parental consent 14 with judicial consent or if person under 18 had previously married and divorced. حتی برای بعضی از کیس‌ها دختر 14 ساله هم میتونن ازدواج کنن. حالا ایتی خیلی جالبتر من از کنم. حالا نمیخوام وارد مسائل دینی بشم. بلا در حال بذارید یک نمونه دیگرم از کنم بعد وارد مثلا. در کانادا در هر استانی در کانادا متفاوته. به عنوان مثال در میگن که the minimum age for marriage in the province of Quebec is 14 for males and 12 for females. میگه در استان کبک کانادا برای دختر برای پسرها 14 برای دخترها 12 ساله. قانون کانادا جدید یعنی الان جاریه این قانون. اینو من از در واقع کاتولیک انسیکلوپدیا گرفتم. علی‌القاعده هنوز باید عوض نشده باشه. که داشت دختر 12 ساله در قرن 2011 در البته من خودم قانون کانادا رو ندیدم و خوشحال میشم اگه کسی چیزی غیر از این دیدی تغییر صورت گرفته منو در جریان بذاره ولی من بر اساس رفرنس کاتولیک انسیکلوپدیا که همین امروز هم من روش داشتم کار میکردم داره میگه که برای دختر برای دخترها میتونه حتی 12 ساله میتونه در واقع ازدواج کنه. حالا توی مثلا حالا ادیان مختلف هم متفاوته. مثلا در جودائیسم که در یهودیت هست مثلا هم میگه the minimum age for marriage under Jewish law is 13 for boys 12 for girls. میگه که خب در واقع پسرها 13 ساله و دخترها میتونن 12 سال داشته باشن. یه چیز دیگه رو جناب نژاد عرض کنم این خیلی عجیب و تکون دهنده است. ببینید یک مقاله هست در اینترنت تحت عنوان Age of Marriage in Medieval Times که شاید همین در سال 2010 هم این در واقع مقاله نوشته شده. اینجا ایشون میگه که توی مقاله میگه که In the medieval times with parental permission it was legal for boys to marry at 14 and girls at 12. خب میگه که با اجازه پدر مادر دخترهای پسرهای 14 ساله و دخترهای 12 ساله میتونن ازدواج کنن. ادامه میده میگه که A betrothal often took place when the prospective bride and groom were as young as 7 years old. میگه که حتی این انگیجمنت یا نامزدی از سن 7 سالگی شروع میشد و حتی میگه در بعضی از کیس ها میگه که in the case of high nobility many were betrothed as babies. حتی در خانواده های مثلا خیلی نوبل و اشرافی اینا از وقتی بیبی بودن بچه شیرخواره بوده نامزدیشون رو اینها انجام میدادن. و بعد حالا این جالب میگه میگه که until perhaps the 1200 it was common to marry earlier than now. بعد میگه که در تا قبل از 1200 قرن 12 تا قبل از قرن 12 میگه که age of 12 این که بچه ها در سن 12 سالی ازدواج کنن میگه quite common for girls. اصلا یه چیزی خیلی نرمال بود که بچه های 12 سال ازدواج کنن. و بعد ادامه میده میگه in this 16th century the minimum legal age for marriage in England was 12. Parliament raised the minimum age for marriage to 16 in 1885. میگه از 1600 یعنی از قرن 16 از آغاز قرن 17 تقریبا در انگلستان minimum age marriage 12 بود که در سال 1885 را به 16 کشیدن.
حالا اینو با دقت بفهمین، میگه the above is just 200 years ago, now compare it to the reality of 1200 years earlier. میگه که خب شما مقایسه کنید در 1200 سال پیش چی بوده. بعد میگه the age of consent in one of the American states was just 7 years, just 120 years ago. میگه در بعضی ایالت‌های آمریکا فقط 120 سال پیش که شاید هنوز بعضی آدم‌ها 120 سال هم زنده باشن نمیدونم. یعنی در بعضی از ایالت‌های آمریکا میگه فقط 7 ساله میتونسته اظهار رضایت به ازدواجش بکنه. یعنی 7 سال میشد برای ازدواج. و همین مقاله که یک غیر مسلمان نوشته میگه که but the western people didn't know that and just criticized Islam and Muslim for the marriage of Muhammad and Aisha more than 1400 years ago. میگه حالا ما غربی خودمون این مطلب رو نمیدونستیم و میام از ازدواج پیامبر و عایشه، پیامبر اسلام مال به تعبیر خودش میگه محمد صلی الله علیه و سلم و عایشه که 14 قرن پیش دار که ما میام انتقاد میکنیم، با اینکه تو خود امریکای خودمون 120 سال پیش بچه 7 ساله میتونست ازدواج کنه. و خیلی حالا مقالات مفصل است که من دیگه نمیخوام وارد این مسائل بشم و موارد متعددی رو بیان میکنه از شخصیت‌های بزرگ تاریخ که اینها در سن 9 سالگی و 7 سالگی و حتی 3 سالگی ازدواج کردن. که این مقاله شما عرض کردم Age of Marriage in Medieval Times or Pedophilia. خب اینا من بر این جهت عرض کردم که ما به قول غربی ها take for granted که the age of marriage should be 18 and above. ما فکر می‌کنیم باید مثلا سن ازدواج حتما 18 سال بیشتر باشه و بعد میگیم خب چرا مثلا عایشه کمتر داشت. اولا همون که عرض کردم عایشه سنش باید بیشتر از 20 سال باشه، یک. و ثانیا اگر هم فرض بفهمید، حالا فرض کنید که این فرض بالاخره مبنای علمی نداره، که سنش کمتر از این هم بوده، طبق عرف و قوانین اون روز یه امر عرفی بوده و خلاف قانون نبوده. و آخرین نکته که من اینجا عرض کنم و عذرخواهی میکنم که طولانی شد جوابم، اینه که ببینید وقتی ما میخوام راجع به یک امر تاریخی قضاوت کنیم، ما باید تمام کانتکست و شرایط و محیط اون رو در نظر بگیریم. ببینید الان سن ازدواج، اوایل سن ازدواج در غرب بسیار بالا رفته، به طوری که اصلا کمتر کسی که سن 18 سال ازدواج کنه، اصلا خیلی 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 نادره. خب حالا اگه قانونی اومدن تو قانون تغییر دادن، گفتن آقا بعضی ازدواج سن ازدواج 25 ساله یا مینیمم سن ازدواج 30 ساله. خب حالا 10 سال آینده، 20 سال آینده، اگه مثلا اینطور قانون گذاشتن که آقا مینیمم سن ازدواج 20 ساله یا 25 ساله، اونا میتونن بیان ما رو انتقاد کنن، انسانایی که در این عصر زندگی میکردن، چرا شما 18 سال اجازه ازدواج میدادین؟ چرا در بعضی ایالات آمریکا 12 سال اجازه ازدواج میدین؟ ببینید ما در مورد دیگران نمیتونیم قضاوت کنیم. خیلی ساده است که آدم بیشتر به دیگران داوری کردن، ولی داوری رو باید در امور تاریخی با توجه به کانتکستش و شرایط تاریخیش در واقع در نظر گرفت. خب من تشکر میکنم از شما که لطف کردین پاسخ خیلی طولانی شد. البته من میخوام خواهش کنم که شما هم به انگلیسی بار مباحثه بفرمایید، ولی قبل از اون برای اینکه این بحث تکمیل بشه خیلی کوتاه برام بفرمایید که این ازدواج جناب عایشه با حضرت پیامبر اکرم به هر حال با سیره پیامبر اکرم اینطور دیده میشه که ظاهرا شرایط عادی نبوده، چون که همه همسران پیامبر افراد سالخورده و بیوه و پیرزن بودن. چطور شد که یک دفعه یه همچین کسی وارد خانه پیامبر شد؟ آیا واقعا یه مسئله عادی بود یا آیا نشون دهنده تمایل پیامبره؟ چرا پیامبر در حالی که جوانتر بود و میتونه زنان جوانی رو به ازدواج خودش در بیاره این کارو نکرد؟ چرا وقتی که پیرتر شد و شرایط خاصی داشت که دیگه قاعدتا بعید بود، چرا چنین اتفاقی افتاد؟ نکته بسیار زیبایی رو مطرح کردین شما و فرمودین که وقتی پیامبر جوان بودن، شاید 25 سال سنشون بود، با یک خانم 40 ساله که 15 سال طبق برخی از نقل ها بزرگترشون ازدواج کرد و ازدواج های بعدیش هم همه افراد پیرزنی بودن که اصلا پیامبر به عنوان ترحم و بعضیشون رو کمک بهشون رو به این دلائل ازدواجشون رو در واقع پذیرفت. و
چطور شد این در مورد عایشه و حفصه که حالا جوان‌تر بودن؟ ببینید، دست رو جای بسیار خوبی گذاشتید. دقیقاً اعتقاد ما بر اینه که، یعنی به بسیار محققین شیعه بر این اعتقاد هستن که این دلیلش این مسئله ازدواجی که حالا شاید تعمیری بر پیامبر اکرم داشت. اون زمان تو فرهنگ اون زمان وقتی یک قبیله دختر از یه قبیله دیگه میداد، اینها با هم نزدیک میشدن و افتخاری کسب میکردن. چیزی که اون زمان مطرح بود این بود که هر کسی میخواست دخترش رو پیامبر بده تا این افتخار رو پیدا کنه که در واقع با برترین شخصیت عالم امکان، اگر جهت معنوی بگیریم برترین شخصیت عالم امکان، اگر جهت سیاسی بگیریم به هر حال بزرگترین انسانی که در واقع قدرت اجتماعی اون روز داره در واقع دستش میگیره، دوست داشت در واقع دخترش ازدواج کنه، پیوند پیدا کنه. این بود که به هر انگیزه بود گویا حالا اوتو که محققین شیعه معتقدن این ازدواج به پیامبر اکرم تحمیل میشه و پیامبر در اون شرایطی نبودن که بخوان ازدواج رفع کنن. بعد تا اونقدر ازدواج ها پیامبر زیاد میشد و آفرها زیاد میشد و جنبه تحمیلی داشت که قرآن آخر پیامبر از دست مردم نجات داد. یه بار قانون اومد که قرآن فرمود دیگه تو پیامبر حق نداری اصلا ازدواج هیچ زیر باری ازدواج بریش ازدواج بکنی، حتی اگر زیباترین زن باشه، که دیگه بهانه‌ای نذاش برای کسی که میان میگن چرا از قبیل ما مثلا شما ازدواج نمی‌کنید. بله، همونطور که شما اشاره فرمودین ظاهرا انگیزه‌ای دیگه بوده برای اینکه این پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله زیر بار این ازدواج برن. خب لطف کنید که فرصت زیادی هم نداریم اون امهات مطلب رو، مخصوصا بحث بخش اول مطالبتون که خیلی زیبا بود درباره این که از نظر منطقی آیا امکان داره که این مسئله صورت گرفته باشه، رو برای حضاری که به زبان انگلیسی آشنا هستن به زبان انگلیسی بفرمایید. So with regards to the question of the age of Aisha, when Aisha got married to Prophet Muhammad, we have heard sometimes and we have read in some of the articles that Aisha was very young in her early ages when Prophet Muhammad got married with her. This is not true at all. Absolutely this is wrong. According to historical events that we have, Aisha was around 20, 21, 22, and probably 23 when she got married with Prophet Muhammad. Very simple logic to support my claim is that according to history, Aisha was among early people who converted to Islam and embraced Islam and accepted Prophet Muhammad as the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. So if, for example, we say that Aisha was, for example, 7 years old that she converted to Islam, then for 13 years Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stayed in Mecca. And still there was no marriage. So until that Prophet Muhammad immigrated to Medina, after 1 year or 2 years after his migration to Medina, Aisha became official wife of Prophet Muhammad and began to live with Prophet. So if you just calculate, if she was 7 years old when she got Islam, she became Muslim, and 13 years she stayed in Mecca, 7 plus 13 would be 20, and after 1 year of migration to Medina, if she got married to Prophet of Islam, so it would be 21 years. So the minimum age of Aisha must be 21. So the claim that Aisha was a child, there is absolutely no basis in historical.